تظاهرات بزرگ ایرانیان آزادی در برلین آلمان. رادیو دویچه ولی آلمان. تظاهرات در برلین برای ایران آزاد. خبرگزاری تصویری گتی ایمیج. چندین هزار نفر در برلین در اعتراض علیه رژیم ایران تظاهرات کردند. به دنبال سلسله تظاهرات ایرانیان آزاده در بروکسل و واشنگتن، تظاهرات هموطنان و حامیان پرشور مجاهدین و مقاومت ایران در برلین، پایتخت آلمان، به اوج رسید. تظاهرات بزرگ در برلین با گردهمایی در میدان تاریخی براندنبورگ برلین آغاز شد. در این تظاهرات شخصیت‌های برجسته سیاسی آلمانی و بین‌المللی و همچنین نمایندگان جوامع و تشکل‌های ایرانیان که در تظاهرات آلمان شرکت داشتند به سخنرانی پرداختند. سخنرانان بر حمایت خود از قیام مردم ایران و کانون‌های شورشی و بر پشتیبانی از آلترناتیو دموکراتیک شورای ملی مقاومت ایران و برنامه خانم مریم رجوی برای ایران آینده تأکید کردند. رادیو دویچه ولی آلمان گزارش داد هواداران و وابستگان شورای ملی مقاومت ایران و سازمان مجاهدین خلق در شهر برلین تظاهرات کردند و از مقام‌های آلمانی و اتحادیه اروپا خواستند با فاشیسم دینی مماشات نکنند. مریم رجبی در پیام ویدیویی با تاکید بر ضرورت تغییر در ایران و توقف امتیازدهی به استبداد مذهبی خطاب به اتحادیه اروپا گفت: دیالوگ سازنده و تمام مشوق‌هایی که تاکنون به رژیم ایران داده شده هیچ کمکی به تغییر نکرده، بلکه موجب سوء استفاده رژیم ایران شده است. خانم رجوی گفت: هر کس خواهان صلح و امنیت است باید در کنار مردم و جنبش مقاومت ایران قرار گیرد. خبرگزاری تصویری گتی ایمیج با مخابره تصاویری از تظاهرات بزرگ برلین نوشت: تظاهر کنندگان علیه رژیم ایران در برلین شعار می دهند. چندین هزار نفر مقابل دروازه براندنبورگ در مرکز پایتخت آلمان در اعتراض علیه رژیم کنونی ایران گرده هم آمدند. برلین مورگن پست در مورد تظاهرات روز شنبه برلین نوشت: به فاصله کوتاهی قبل از اتمام اولتیماتوم رژیم ایران به اتحادیه اروپا، اپوزیسیون ایران خیابانهای برلین را پر کردند. در میان تنش‌های موجود بر سر برنامه اتمی رژیم ایران، مقاومت در تبعید ایران یک تظاهرات را در برلین ترتیب داده است. آنها گفتند این تظاهرات به دعوت شورای ملی مقاومت به عمل آمده است. While Americans were celebrating Independence Day off the coast of Gibraltar near Spain, Royal Marines commandeered an oil tanker filled with suspected Iranian oil near the entrance to the Mediterranean. National Security Advisor John فاکس نیوز در گزارشی از توقیف نفتکش رژیم ایران توسط انگلستان گفت: نیروی دریایی انگلستان کنترل یک نفتکش را که مشکوک به حمله نفت ایران بود را به دست گرفت. وزیر دفاع انگلستان گفت: تفنگداران دریایی از مهارت‌های ویژه‌شان برای ورود به نفتکش در حمایت از اعمال تحریم مقام‌های جبل الطارق علیه رژیم اسد استفاده کردند. فاکس نیوز افزود: دیپلمات ارشد اسپانیا گفت این اطلاعات آمریکا بود که در اختیار انگلستان قرار گرفت. وزیر خارجه اسپانیا گفت: در حقیقت به ما در مورد این عملیات اطلاعات داده شد و این درخواستی بود که توسط آمریکا به انگلستان داده شده بود. انگلستان یک زن سوئدی را در فرودگاه گتویک لندن به ظن ارتکاب به تروریسم دستگیر کرد. به گزارش آسوشیتد پرس، پلیس گفت این مظنون 40 ساله روز پنجشنبه عصر با پروازی از ایتالیا وارد انگلستان شده بود. پلیس گفت این مظنون به نقض قانون تروریسم متهم شده و در حال تدارک اعمال تروریستی بوده است.